درودی بی پایان دارم حضور بینندگان عزیز برنامه تا سرزمین جنوبی. علی صداقتی هستم. از اینکه در این برنامه در خدمت شما دوستانم بسیار خوشحال و خرسندم. درود، دامون آریان هستم. خوشحالم که در خدمتتونم. امیدوارم اطلاعاتی که امروز در خدمتتون هستیم ارائه میکنیم براتون مورد استفاده قرار بگیره. در این برنامه میخوایم صحبت کنیم در مورد دوستانی که اقامت دائم استرالیا را گرفتن و وارد خاک استرالیا شدن. میخوایم مسیر پروسه اونها را تا زمان سیتیزن شدن دنبال کنیم. میرم سر اصل مطلب. آقای آریان، شرایط شهروند شدن استرالیا چی هست؟ اگه برامون توضیح بدید بسیار ممنون میشیم. خب شهروند شدن استرالیا فکر میکنم میشه دیگه آخرین حلقه بحث مهاجرت. شما وقتی که شهروند استرالیا بشید میتونید درخواست پاسپورت استرالیا بدید و تراول داکیومنت استرالیایی داشته باشید. حق رأی خواهید داشت، البته در استرالیا اجبارا باید رأی بدید، یه جور اجباره، و حالا اختیارات و شرایطی که براتون ایجاد میشه به عنوان شهروند استرالیا. برای اینکه بتونید شهروند استرالیا بشید موارد زیادی هست. بای دیسنت میشه، یعنی شما اگر مثلا پدر مادر استرالیایی داشته باشید، خارج استرالیا به دنیا اومده باشید، چند نوع مختلف هست های صداقتی برای شهروند شدن. اما فکر میکنم اون چیزی که مد نظر ما هستش تو این برنامه حالتی هستش که شما یک مهاجر هستید، وارد استرالیا شدید و میخواید خودتون رو به مسیری بندازید که شهروند استرالیا بشید، و یا الان آمادگیشو داره که شهروند استرالیا بشید از نظر مراحل قانونی. برای اینکه به این صورت شهروند استرالیا بشید چند تا قانون ساده هست. شما باید 4 سال از ورودتون به استرالیا گذشته باشه. از این 4 سال، در 4 سال گذشته، اینطور عرض کنم، در 4 سال گذشته حد اکثر زمانی که خارج از استرالیا بودید 1 سال باشه، یعنی 3 سال در داخل استرالیا در 4 سال گذشته بوده باشید. در سال آخر که میخواید اقدام بکنید، اصلا امروز میخواید اقدام کنید، 1 سال گذشته حد اکثر 3 ماه خارج استرالیا بوده باشید و در سال آخر اقامت دائم استرالیا رو داشته باشید. این به طور کلی اگر خیلی خلاصه بخوام بگم شرایط شهروندی استرالیاست. یک نکته دیگه هم هست، اونم اینه که شما باید اصطلاحاً شرط گود کاراکتر رو داشته باشید در استرالیا که آفیسر اداره مهاجرت قانع بشه که شما از شخصیت خوبی برخوردار بودید در مدتی که در استرالیا اقامت داشتید، جرم جنایتی خدا نکرده مرتکب نشده باشید، حتی مثلا حتی در مورد جرایم رانندگی هم این شرط گود کانداکت هستش، گود کاراکتر هستش، اگر که تعداد زیاد انجام داده باشید و به قول معروف نشون بدید که بر اثر اشتباه نبوده و تمایل به شکستن قانون زیاد داشتید، حالا اونو میتونیم بعداً هم بیشتر در موردش صحبت بکنیم. به هر حال اینا میشه شرایط شهروندی استرالیا. پس به صورت خلاصه اگر بخوایم مطرح کنیم، یکی این که مشکل خاصی نداشته باشین از لحاظ کاراکتری و اینکه 4 تا 365 روز در داخل خاک استرالیا باشین که صفه اول میتونه منقطع و در 4 سال باشه و 1 سال آخر باید پیوسته در خاک استرالیا باشید. در حقیقت 3 تا 365 روز. 3 تا 365 روز. بسیار. آقای آریان، مراحل اقدام برای شهروندی چی هستش؟ خب شما وقتی که این شرط اصلی حداقل حضور در استرالیا رو دارید، در روزی که به این شرط میرسید میتونید پروندهتون رو بفرستید لاج بکنید، پرونده سیتیزنشیپتون رو لاج بکنید به اداره مهاجرت. برای شما یک دعوتنامه میاد معمولا که باید تشریف ببرید داخل تو اداره مهاجرت، اونجا مدارکتون رو ارائه بکنید، سوال جوابی هم از شما میشه خیلی مختصر در حد آشنایی و یه سری سوالات اولیه. یک تاریخی هم براتون تعیین میشه که برید یک امتحانی که بهش میگن Australian Citizenship Test، یک امتحان به نظر من فرمالیته است، خیلی امتحان سختی نیست، یک سری سوالات کلی در مورد استرالیا، فرهنگش، تاریخش، جغرافیاش و اینکه ارزش‌هاش چی هستن، یک سری سواله که حتی اگر فیل هم بشید بتون فرصت میدن که دوباره امتحانو بشینید، خیلی امتحان راحتیه.
از شما این تست گرفته میشه، نمرشی که آوردید، شما تایید شدید برای بحث سیتیزنشی و شهروندی استرالیا. یک دوباره مراسمی وجود داره، یه سرمونی، سیتیزنشیپ سرمونی وجود داره که براتون تاریخ تعیین میشه بر اساس کانسولی که زندگی میکنید، شهری که زندگی میکنید، محلی که زندگی میکنید. کانسول شما هر چند وقت یک بار این سیتیزنشیپ سرمونی رو برگزار میکنه. یک مراسم جالبی است، یه نصف روزی هم وقتتون معمولا میگیره، تشریف میبرید اونجا، افراد دیگه‌ای هم مثل شما هستن و یک سری صحبت‌های مطرح میشه در مورد فرهنگ استرالیا. به هر حال یه برها سرمونیه دیگه. توی اون مراسم به شما یک گواهی اعطا میشه که مثلا گواهی شهروندی شما هستش که این به شما اعطا میشه و از اون بعد شما با اون گواهی شهروند استرالیا هستید، با اون گواهی میتونید درخواست پاسپورت استرالیا رو بدید. بسیار ممنون از توضیحاتتون. یه فردی با ویزای اقامت دائم با ویزای اقامت دائم وارد خاک استرالیا میشه، اما بنا به هر دلیلی نمیتونه در استرالیا بمونه و میره بیرون استرالیا. تکلیف ایشون چی هستش؟ خب ببینید، مثلا در مورد ویزای اسکیلد، شما وقتی که ویزای اسکیلد بهتون داده میشه یک ویزای اقامت دائم هست، ولی یک شرطی روش هست که میگه مستند انتر افتر یه تاریخی توش ذکر میشه که این تاریخ 5 سال بعد از تاریخ گرانت ویزاتونه. به طور مثال شما اگر 1 ژانویه 2016 ویزاتونو گرفته باشید، توش اون تاریخ 1 ژانویه 2021 ذکر شده. شما یا توی این 5 سالی که فرصت دارید تونستید توی این بازه شرایط سیتیزنشیپ شدن، سیتیزنشیپ خودتون رو لحاظ بکنید و پاسپورت استرالیا رو بگیرید که دیگه اصلا دیگه بحث اقامت دائم شما محلی از اعراب نداره، اصلا لازم نیست بهش فکر کنید، و یا اینکه نتونستید. حالا باز چند تا گزینه هست، یا اینکه برنامه‌ای برای خروج از استرالیا ندارید، داخل استرالیا هستید، خب میتونید بمونید تا سیتیزن بشید. اگر برنامه برای خروج از استرالیا دارید، پیشنهاد میکنم که حتما قبل از اینکه خارج بشید درخواست یک نوع ویزای دیگه ای رو بدید که اسمش هست Resident Return. البته ممکن هم هستش که در اون زمان خارج از استرالیا بوده باشید، یعنی استرالیا نرفته باشید، اون رو هم میتونید درخواست بدید، Resident Return رو، تا یه ساب کلاس دیگه شو. Resident Return یک ویزای اقامت دائمه، اسمش هم روشه، کسی که مقیم استرالیا است بخواد برگرد استرالیا. به هر حال اگر شما از 5 سال گذشته 2 سالش رو مجموعاً در داخل استرالیا بوده باشید، خیلی شرط راحتی داره، یک ویزای یه روزه صادر میشه معمولاً. حالا من نمیتونم طرف دارم واجد قول بدم، ولی معمولاً یکی دو روزه صادر میشه که به شما 5 سال دیگه فرصت میدن، یعنی 5 سال در حقیقت این ولید بودن ویزای اقامت دائمتون اکستند میشه که بتونید شرط سیتیزن شدن رو برقرار کنید. اما اگر کمتر از 2 سال در داخل استرالیا بوده باشید، شما باید به آفیسر اداره مهاجرت اثبات کنید که اصطلاحاً سابستانشال تای دارید با استرالیا، یک چسبندگی به استرالیا دارید که میتونید نشون بدید که با استرالیا یک نزدیکی دارید، دلیلی دارید که برای استرالیا مفید هستید و به استرالیا نیاز دارید، استرالیا هم به شما نیاز داره. این اثبات سابستانشال تای اولا که به میزان حضورتون در استرالیا بستگی داره، ولی توی چند تا شاخه هست. حالا این شاخه ها چی هست؟ یا اینکه شما یک بیزنسی دارید در داخل استرالیا، آنگوینگ دارید بیزنس میکنید، یا بیزنس فعالی اکتیو خودتون بالا سر بیزنس هستید، دارید کار میکنید رو بیزنس، خب این میتونه سابستانشال تای باشه، دارید بنفیت با استرالیا میسونید، تکس میدید شما، یا اینکه شما یه امپلویمنت دارید، شما دارید یه کار میکنید، یه کار میکردید تا چند وقت پیش، به هر حال کار کردید توی استرالیا، این هم یکی از دلایل سابستانشال تای میشه. شما یه استی داخل استرالیا، فاینانشال استی، پرسونال استی در داخل استرالیا خریده کردید، خونه خریدید، به هر حال نیاز دارید که تو استرالیا باشید، استرالیا هم نشون دارید که در استرالیا میخواید موندگار باشید.
یا خب خانوادتون در داخل استرالیا، یا حتی خانوادتون از کنم خدمتون که مثلا همسر شما شرایط اون ویزای 5 ساله رو داشته، یعنی 2 سال بوده باشه، شما نتونستید باشید، همسرتون تونسته باشه، باز هم شما میتونید درخواست بدید. منتها خب 1 سال است این حالت، 5 سال دیگه به شما نمیدن، 1 سال است این حالت. حالا اگر هیچ کدوم از اینا نتونید اثبات کنید، به هر حال یه بحث اثباتیه، آفیسر قانع نشه، یک نوع حالت دیگه هستش که شمارش ساکلاسش 157ه، شما حتی اگر یک روز از 5 سال گذشته در داخل استرالیا باشید میتونید درخواست بدید، رزیدنس ریتن بگیرید. دلیل باید بیارید چرا خارج از استرالیا بودید. بالاخره حالا خیلی هم سختی روش نیست، ولی بالاخره باید دلیل بیارید. دلیلتون این نباشه من استرالیا رو دوست نداشتم، یه دلیل بیارید چرا، کامپنی ریزن میگن بهش، بیارید که چرا استرالیا نبودید تو این 5 سال و فقط مثلا یک روز بودید، یا فقط 2 ماه بودید، یا فقط 3 ماه بودید و هیچ کاری هم نکردید تو استرالیا. البته خب ویزا 3 ماه هست، یعنی به شما 3 ماه فرصت داده میشه که وارد استرالیا بشید و خب اون سابسنشالت های برای خودتون ایجاد کنید یا دوباره درخواست اینو بدید. به هر حال این پروسه رو باید طی بکنید تا اقامتتون رو قانونی نگه دارید در داخل استرالیا. خطر وقتی که از استرالیا خارج میشید، اون بعد از تاریخ مسناد انتره که نمیتونید وارد استرالیا بشید، که البته اون رو هم میشه از خارج استرالیا بهش فکر کرد با همین ویزای 157. نکته دیگه که میخواستم بگم، ها، در مورد سیتیزنشیپ فرق نداره، هم میتونید از خارج استرالیا اقدام کنید هم داخل استرالیا، ولی داخل استرالیا پروسش سریعتر. بسیار خوب، ممنونم از جواب خوبتون. کسی که با ویزای موقت وارد خاک استرالیا میشه و بعد از 2-3 سال موفق به اخذ اقامت دائم میشه، چه شرایطی را برای اخذ سیتیزنی پیدا میکنه؟ خیلی سوال خوبیه. اگر توی اون قسمت اول صحبتم که در مورد سیتیزنشیپ صحبت میکردیم و شرایط سیتیزنشیپ دقت کرده باشید، عرض کردم خدمتتون که باید در 5 سال گذشته 4 سال در داخل استرالیا بوده باشن یا 4 سال از ورودشون در داخل استرالیا گذشته باشه. نکته اینه که باید به صورت قانونی در استرالیا زندگی کرده باشن کل این 4 سال. اگر یک روز غیر قانونی شده باشن، دوباره ریسیت میشه، یعنی از اون روزی که غیر قانونی بودن تا قانونی بشن دوباره از اون به بعد باید چیز باشه. پس خیلی حواستون باشه که حتی یک روز هم غیر قانونی نبوده باشید در داخل استرالیا که بتونید شاید شهروندی رو سریع تقیم کنید. در مورد مثالی که فرمودید، من یه مثال خیلی ساده میگم، شما با ویزای دانشجو وارد استرالیا میشید، قانونی پس داخل استرالیا، یک ویزای معتبر دارید، در داخل استرالیا هستید، 2 سال درستون تمام میشه، اقدام میکنید برای مثلا یک ویزای گریجویت، یه سال هم رونید یا مثلا حتی گریجویت هم اقدام نمیکنید، درخواست ویزا اقامت دائم میدید، میرید رو بریج، هنوز قانونی هستید داخل استرالیا، اقامت دائمتون رو میگیرید، عملا شما یه سولوش 4 سال الان تا 3 سال تو استرالیا بودید تا به این مرحله برسید. بعد یک سال بعد از اینکه اقامت دائمتون رو بگیرید، شما میتونید درخواست شهروندی بدید. یعنی کل این بازه حساب میشه. همینطور همه ویزای موقت، با ویزای بیزنسی وارد استرالیا بشید، همین شرایط رو داره. بعد از اینکه اقامت دائم بگیرید با ویزای بیزنسی موقت، با ویزای 489 476 هر نوع ویزای معتبر و قانونی که وارد استرالیا بشید، میتونید حساب بکنید اون بازه رو توی زمان شهروندیتون. بسیار خوب، ممنونم از اینکه ما را همراهی کردین در این برنامه. منتظر سوالات شما هستیم که از طریق کانال‌های ارتباطی برنامه از ما بپرسید تا در جلسات پرسش و پاسخ به اونها پاسخ بدیم. از آقای آریان هم تشکر میکنیم که ما را همراهی کردن در این برنامه. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار. بنده هم ممنونم از وقتتون و باز هم تشکر میکنم از همه ساپورتی که از برنامه‌مون تا به الان داشتید. منتظر سوالاتتون هستیم تا جوابای خودمون رو خدمتتون ارائه بکنیم و امیدوارم کمک بکنه. خدا نگهدار.